سلام و عرض ادب، وقت همگی به خیر باشه. دوستان عزیز، یک آپدیت تحلیل از وضعیت لونای کلاسیک بریم و از اوضاعش یه بررسی داشته باشیم. همونطور که دارید مشاهده میکنید، میبینیم که قیمت تری کلاسیک برگشته روی حمایت مهم خودش، یعنی 3-0 10 و تا 12 داره نوسان میکنه. یه سطحی هستش که زون معاملاتیش رو ما از خیلی وقت پیش اومدیم رصد کردیم، از وقتی که حتی قیمتش از اینجا حتی عبور نکرده بود، این زون معاملاتی اومد رصد شد و ما میبینیم که چندین بار بهش برخورد کرده. و اگر زوم کنیم نمودار رو، متوجه میشیم که یک بار اینجا یه برخورد داشتیم، یه شادوی بلندی. جلوتر رو نگاه کنیم میبینیم که دوباره یه شادوی دیگه این محدوده داشته و این زون معاملاتی دیگه واسه ما الان مشخص شده که یک سطح مهم حمایتی هستش که قیمت تری کلاسیک از اینجا باید یک رشد رو داشته باشه، که اگر این رشد اتفاق نیفته و نتونه از این زون معاملاتی اون فاصله ای که مد نظر ما هستش گرفته بشه، که حالا جلوتر توضیحش رو میدم، ما باید انتظار داشته باشیم که قیمت بچه اصلاح داشته باشه و اصلی ترین موج روی این محدود اتفاق بیفته، که حالا جلوتر بهتون چند تا نکته خواهم گفت. حتما تا کامل نگاه کنید. بریم یه سری به بخش کوین مارکت کپ بزنیم. در حال حاضر مارکت کپ ارز دیجیتال تری کلاسیک رو نگاه کنیم، 7% اومده بالا، رسیده به 700 میلیون دلار و ولیوم 24 ساعته، حجم 24 ساعتش میبینیم که 27% اومده افزایش پیدا کرده، یک رشدی رو تجربه کرده و در حال حاضر از لحاظ حجمی که داره میخوره بین 119 هم داخل بازار در حال نوسان کردن هستش. تری کلاسیک همونطور که از لحاظ رنکینگ اگر بخوایم بررسیش رو انجام بدیم، اون سری هم راجبش صحبت کردیم، وقتی که قیمتش داشت محدوده های 3-0-28 دینا نوسان میکرد، تری کلاسیک حجمی که داشت میخورد، حجم 1.2 میلیارد از 1 میلیارد دلار عبور کرده بود و رنکش رسیده بود بین 50 تا رمزارز برتر و اون محدوده داشت نوسان میکرد. منطقی ترین حالتی که میتونیم برای تری کلاسیک در نظر بگیریم که در آینده بهش برسه اینه که حتما باید بچه‌ها این رنک 86 یعنی از بازار جدا بشه و یک رشد رو تجربه کنه، یعنی این رنک 86 تغییر کنه به رنک چند عدد 50-45، این محدوده ها بیاد این نوسان رو داشته باشه، یعنی تا وقتی که این اتفاق نیفته بار دیگه ما شروع به فروشش نمی کنیم. با قیمتش من کاری ندارم بچه‌ها، قیمتش رو بذارید کنار، ممکنه که اصلا قیمتش 100% رشد کنه برسه به رنک مثلا 45. رنک 45 رو ببینه باید دوباره ما بررسی انجام بدیم، چون که نهایت افزایش رنک رو بین 50 تا رمزارز برتر ما میتونیم داشته باشیم دیگه. شما نباید انتظار داشته باشید تری کلاسیک برسه بین مثلا 20 تا رمزارز برتر در آینده، فعلا این اتفاقه یه کمی دور از ذهن است. چرا دور از ذهنه؟ چون که این تعداد توتال ساپلای رو نگاه کنیم اجازه این رو بهش نمیده، چون که وقتی قیمتش بخواد دو برابر بشه سری ما رنکش، یعنی 200% رشد کنه، سری رنکش میاد میرسه بین 40 تا 30 تا رمزارز برتر نوسان میکنه، یعنی در این حد دیگه خودتون فرض کنید که 700 میلیون دلار هستش، دو برابر بشه 1.4 میلیارد دلار، سه برابر بشه 721 2.1 میلیارد دلار ما حجم رو خواهیم دید، یعنی میاد میرسه بین مثلا 40 تا رمزارز برتر به این محدوده. پس سه برابر شدن، دو برابر شدن، یعنی منطقی ترین حالت تری کلاسیک هستش که روی این محدوده هایی که الان جلوتر تکنیکالی بهتون خواهم گفت، اگر بتونیم تری کلاسیک رو جذبش کنیم، بخریم ازش، میتونیم سودای خیلی فوق‌العاده‌ای رو بگیریم و نوسانات خیلی خوبی رو از تری کلاسیک گرفته باشیم. یه سری به تری دو بزنیم. تری دو هم در حال حاضر 73 سنت داره نوسان میکنه با مارکت کپ چیزی حدود 450 میلیون دلاری و نسبت به تری کلاسیک که ما اگر بخوایم یک مقایسه‌ای رو داشته باشیم، تری دو خیلی پتانسیل کمتری رو داره، یعنی ما بیشتر باید انتظار داشته باشیم که تری کلاسیک یه سود خوب رو داشته باشه. از لحاظ نوسان گرفتن و نوسان گیری هم تری کلاسیک خیلی جذاب هستش، تکنیکالی جلوتر راجعش صحبت خواهیم کرد. یو اس دی تی رو نگاه کنیم. حالا آپدیت های تحلیل ما خیلی از یو اس دی تی رفتیم و همیشه هم راجع به موضوع صحبت کردیم. ببین رنگ الان چند مارکت کپ 184 هستش. آیا ما اگر
فرض کنیم که ترای کلاسیک رنکش منطقی ترین حالت بین 50 تا رمز ارز برتر باشه، ترای کلاسیک هم USDT استیبل کوینش باید از لحاظ رنکی یه چند تا باها ترای کلاسیک فرق داشته باشه، یعنی 10 تا فرق داشته باشه، نه اینکه مثلا این فاصله برسه به 100 تا یا فاصله برسه به 80 تا، باید تقریبا 10 تا یا 12 تا فاصله داشته باشه. پس بر این اساس ما بخوایم تحلیل انجام بدیم، کاری اصلا با بچه‌ها تکنیکال نداریم، فعلا داریم بیشتر قیمتی بررسی می‌کنیم. پس بر این اساس بخوایم تحلیل انجام بدیم، ترای کلاسیک USD استیبل کوین لونای کلاسیک الان جامونده بازار به حساب میاد و باید این جاموندگی خودش رو پر کنه و ما شاهد این باشیم که قیمت ترای کلاسیک بیاد رنکش رو، فاصلهش رو کاهش بده و بین مثلا 100 و اگر همینجوری بمونه ترای کلاسیک، الان ترای USDT استیبل کوینش پتانسیل رشد خوبی رو میتونه داشته باشه، هرچند که قیمتش هم بچا کاهش زیادی رو تجربه کرد، حالا جلوتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. فعلا در حال حاضر ترای کلاسیک رو نموداری ما بخوایم یه تحلیلی ازش انجام بدیم، کلی بخوایم نگاه کنیم، این زون معاملاتی رو که دارید اینجا میبینید یه سطح مهم هستش. انتظاری که من دارم میخوام از این سطح فاصله بگیره، یعنی قیمت ما بتونه از محدوده، ببین با دقت کامل اینجا رو گوش کن، اگر بتونه از محدوده 3013750 عبور کنه و کندلی بالای اون ببنده، اینجا یعنی کندلی بسته بشه، یعنی از این زون معاملاتی فاصله گرفته. وقتی از این زون معاملاتی اومده فاصله گرفته، یعنی اینکه قیمت ما پتانسیل اینو داره که اولین تارگت بشه رو عدد 3021 و بعد این سقف گذشته چند هفته پیش خودش رو بیاد بزنه و ازش فراتر بره. ولی تا وقتی که ما داریم این زیر نوسان میکنیم، یعنی فاصله داریم، فاصله شم اگر بخوایم بگیم چیز زیادی نیستش، یعنی 7% 8% هستش، تا وقتی که فاصله داریم ممکن هستش خب بین این زون، حتی این هم به این شکل میشه در نظر گرفت که 3011 و 2012 یه دونه خودش یه مقاوم حمایت باشه، این بالا سرم مقاومت باشه، قیمت ترای کلاسیک بین این تا وقتی که داره نوسان میکنه امن هستش، امن برای خرید کردن. ولی وقتی از اینجا بتونه عبور کنه، یعنی اینکه ما تاییدیه رو گرفتیم که هر پایینی بزنه قیمت رو هول میده به سمت بالا، ولی برعکسش باشه، قیمت ما این زون معاملاتی رو بشکنه، هر بالایی بزنه واسه شورت هستش. چرا؟ چون که اینو بدونید این زون اینجا شکسته بشه، مستقیم پرت میشیم تا کجا؟ تا عدد 4075 و این محدوده رو ما حتما خواهیم دید، چرا که منشأ حرکت صعود ترای کلاسیک هستش، حتی پایین تر از این هم میتونه بیاد. پس اینو حتما در نظر بگیرید که تکنیکالی ما دیگه به این موضوع پرداختیم و خیلی ساده و رک کامل راجع به ترای کلاسیک صحبت کردم. ولی من الان چیکار میکنم، یعنی سناریویی که من پیش روی خودم دارم، منی که اینجا ببین خرید انجام دادیم با هم دیگه، ویدیوهاشو منتشر کردیم، اینجا سیو سود انجام دادیم، اینجا سیو سود انجام دادیم، من چیکار میکنم؟ کاری که میام انجام میدم اینه که قیمت ترای کلاسیک رو به چند بخش پله میانگین کم میکنم. پله اول من میفته اینجا، پله دوم من میفته اینجا، پله سوم من میفته اینجا. نهایتا ترای کلاسیک میخواد تا کجا ریزش داشته باشه؟ خب این موج سعودیه رو داریم ما میبینیم دیگه، درسته؟ قیمتش نهایتا بیاد تا این محدوده میانگی میفته اینجا، اگر اینجا خرید کرده باشم کافیه که یه خبری بیاد که 100% در چند ماه آینده خبر منتشر میشه، قیمت ترای کلاسیک رو سریع دوباره یه هولی بهش میده به سمت بالا و یه صعود دیگه رو میایم تجربه میکنیم. پس همه حالت ها ممکنه، من مثلا استراتژیم به این شکله اگر خوشبین باشم به ترای کلاسیک، و از اون ور هم بچا استیبل کوینش هم خیلی زیر نظر گرفتم، یعنی همین کاری که مثلا روی لونای کلاسیک انجام میدم سریع میرم روی استیبل کوین USDT هم همونو تکرار میکنم، یه سری به USDT بزنیم و وضعیت اون رو هم یه بررسی داشته باشیم. دیروز هم بچه‌ها یه آپدیت تحلیل ما از بیت کوین رفتیم، اگر اون ویدیو رو ندیدی برید حتما نگاه کنید، خیلی مهم هستش اون ویدیو، راجع به تایید شدن ETF بیت کوین هستش که امروز دوباره تاییدش کردن، امروز هم مثلا شب اومدن تاییدش کردن، ولی فعلا خبری از رشد بیت کوین رو نداشتیم. ما منتظر آپدیت تحلیل بیت کوین باشید، چون که حتی بچه‌ها مهمتر از لونای کلاسیک شما برید آپدیت تحلیل بیت کوین رو نگاه کنید، چون که اون مهمه، شما باید بدونید روند بازار به چه شکلی هست.
هستش که رفتیم راجع به قیمت بیت کوین هم یه تحلیلی انجام دادیم. اگر استیبل کوین یو اس دی تی سی رو نگاه کنیم، وضعیت چیه، بررسی داشته باشیم، توی صرفی مثلا گیت نگاه کنیم، در حال حاضر ببین نمودارش کاملا شبیه به تری کلاسیک هستش، درسته؟ فقط یه فرقی که با هم دیگه دارن اینه که تری کلاسیک این محدوده ای که الان اینجا ایستادن اینا یه گره معاملاتی داره که تری یو اس دی تی استیبل کوینشون نداره. یو اس دی تی استیبل کوینشون همیشه ما تکنیکالی هم بخوایم نگاه کنیم این 50% موج رو من پیدا میکنم. خب 50% موج تقریبا بخوایم در نظر بگیریم، از این کندل تا از اینجا بخوایم در نظر بگیریم، بخوایم بدونیم که 50% موج کجا میفته، تقریبا میفته اینجا 50%. ولی اینو پایین تر بیان چون که لگاریتمی هستش نمیشه خیلی روش حساب کرد، تقریبا 50% موج ما میفته همین جایی که داره نوسان میکنه تری کلاسیک، کاملا مشخص هستش. پس اینجا هم زون معاملاتی مهمی واسه ما به حساب میاد که میشه زیر نظرش گرفت به این شکل که همون حرفی که داخل تری کلاسیک ما زدیم رو اینجا دوباره میتونیم تکرار کنیم که استیبل کوین یو اس دی تی هم همین کار رو میتونه تکرار کنه. از لحاظ زون قیمتی هم نگاه کنیم میبینیم که پایین هستش، یه فاصله ای رو اینجا ایجاد کرده، برگشته رو ما باید ببینیم. راجع به استیبل کوینش میگم نسبت به تری کلاسیک خوشبین تر هستم، یعنی اگر درصد بخوایم نگاه کنیم تری لونا در رده یا یعنی رتبه مثلا سوم قرار میگیره، بعد رنک دوم در اختیار تری کلاسیک از لحاظ خوشبین بودن و رنک یو اس دی تی استیبل کوینشون رنک یک هستش. چرا؟ چون که اصلی ترین تمرکز پروژه تیم تری کلاسیک تیمشون اینه که بتونن استیبل کوین یو اس دی تی رو سرپا کنن و قیمتش رو بیارن بالا، این هدف اصلی اونها هستش. بازم من تمام نکات رو گفتم، خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.